اگر بخواهد کسی تهذیب بشد با علم تهذیب نمی‌شود. علم انسان را تهذیب نمی‌کند. گاهی علم انسان را به جهنم می‌فرستد. گاهی علم توحید انسان را به جهنم می‌فرستد. گاهی علم عرفان انسان را به جهنم می‌رساند. گاهی علم فقه انسان را به جهنم می‌فرستد. گاهی علم اخلاق انسان را به جهنم می‌فرستد. با علم درست نمی‌شد. تزکیه می‌خواد. یزکیه. تزکیه مقدم است بر همه چیز. طلبه ای که در مدرسه درس می‌خواند همدوش با درس، همقدم با درس تزکیه لازم دارد. امام جمعه ای که برای مردم میخواد هدایت کند مردم را، باید تزکیه خودش کند که بتواند هدایت کند. دولتی که بخواد مردم را وادار به کار خوب بکنند، باید تزکیه بکند خودش را. عارفی که بخواد مردم را به معارف الهیه دعوت کند، تا خودش را تزکیه نکند این قدرت را ندارد. فیلسوفی که بخواد توحید را به مردم بیاموزد، تا این خصیصه شیطانی درش هست این عمل را نمیتوند انجام بدهد. یعنی زبان شیطان است و توحید میگد، و دل شیطان است که توحید را دریافت کرده است، و قلب شیطان است که فقه را آموخته و فقه را تعلیم میکند. تا این خصیصه هست تمام امور لنگ است در اشخاصی که بخواند خودشون را تحصیب کنند، یا اشخاصی که بخوان جامعه را تکذیب کنند.